سلام در چه حالید؟ امید که حال دلتون خوب باشه من سلماز برقیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش میکنید من تو پادکست لام تا کلام از تجربیاتم تو جلسات و کوچینگ و سمینارها میگم یه سری ناگفته هست که من خیلی وقتا میبینم که تاثیر بزرگیم رو رفتار و کردار و تعاملات رفتاری ماها میذاره ولی ما بهشون توجه نمیکنیم اونا رو کوچولو کوچولو میام تو این پادکست راجبشون توضیح میدم یه مقدار اطلاعات بیشتر به شما میدم و گاهی هم راهکارهایی که میتونه عمومیت داشته باشه و اکثر ما میتونیم استفاده کنیم و براتون توضیح میدم امروز شما دارید به اپیزود 61 پادکست لام تا کلام که در شهری ورماه 1401 زبط و پخش میشه گوش میکنید و من امروز میخوام در مورد مطلبی به نام استراب خوشبختی یا happiness anxiety با شما صحبت بکنم شده یه مصاحبه کاری کرده باشید و به شدت خوشحال باشید که دارید دیگه قرارداد امضا میکنید غره به این سر این کار و همش یه ترسی بهتونه که نه 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 نمیتونه به این خوبی پیش بره الان پشیمون میشن الان میفهمم من به اندازه کافی هم برای کمپانیشون خوب نیستم الان یکی دیگه میاد زیرا به منو میزنه اون خانم تو راه رو بد نگاه کرد نه بابا این یه الگوه من نباید این الگو تکراریه من نباید از الان خوشحال بشم به خاطر اینکه تا خوشحال میشم اون چیزی که به خاطرش خوشحال شدم از دست میدم این واقعی نیست یا مثلا یه معامله یه داری میرین سر قرارداد امضا کنین تمام مدت میگین با پای راست وارد آسانسور نشم با پای چپ وارد آسانسور شن. این شر به اون نگم چشم میکنه منتظرین که جواب ویزاتون بیاد برید سفر یا مهاجرتتون درست شد. تمام مدت دهنتون رو بستید همش فکر میکنید It's too good to be true خیلی همه چی خیلی, خیلی خوبه که دو راست باشه الان که به هم بزنن الان که ویزایی که دادن ازم پس بگیرن نه بابا اتفاق خوب برای من نمیتونه به این راحتی بیفته یا رفتید جواب آزمایش رو بگیرید که آزمایش خونتون رو ببینید چتونه تمام مدت میگین میبینین که هیچ نیست تو همه چی خوبه باز میگین نه دیگه الان حتما زنگ میزنم میگم فلان آزمایش رو اشتباه کردیم تو یک دور جونتون تومور گنده فلان جات داری به زودی خواهی مرد دوستای من اینا همه شرایطیه که ما باید توشون بتونیم حس خوشحال بودن حس خوشبختی حس چقدر خدا رو شکر حس شکرگزاری رو تجربه کنیم ولی ما به جاش چیکار میکنیم دچار استراب بشیم چرا چون یا فکر میکنیم لیاقتش رو نداریم که باز میشه یه قسمتی از سندروم خود ویرانگری یا ایمپاستر سیندروم که قبلا بهش صحبت کردیم برای کسایی که اینو گوش ندن حتما برین گوش کنیم یعنی چی یعنی عمیقا احساس میکنیم که من اصلا لیاقت چنین چیزی رو ندارم باور درونیم اینه که من لیاقت داشتن این موقعیت و خوشبختی رو ندارم یا همش نگرانیم که همین الانی که از دستمون دره همین الانی که از بین بره همین الانی که نباشه و, نت و به هر ترتیب نمیتونیم اون خوشبختی و خوشحالی و بودن در لحظه رو تجربه کنیم همش منتظریم که الان یه چیزی اتفاق میفته همه چی خراب میشه یعنی در لحظه ای که ما میتونیم خوشحالی رو درک کنیم لمس کنیم زندگی کنیم مستربیم منتظر چیز منفی هستیم چی بچه به بهمون گفتن اوه اینقدر نخند 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 بعد از هر خنده گری است یا اینی که اوه اوه چه خبره چرا بیقدر بیخودی خوشحالی حالا یه دونه 19.5 گرفتی واسه ببینیم بقیه چی کار میکنیم حالا این ترم نمرت خوب شده بازه ببینیم بعدی چی میشه من خانومی رو دارم که میشناسم که اول سوار هواپیما شد آمد کانادا وقتی همه رو کرد و چمیدوناشو نوینا با کرد و اینا به خواهرش به نزدیکترین کساش توی ایران اعلام کرد که مسافرت رفته برای سه ماه برای شیش ماه برای اینکه عمیقا معتقد بود که من اصلا نبادم به هیچ کس نباید بگم جز چشین بود که بگم یه بلای سر من میاد تا میگم خوشحالی اب بمیره نچتا تمام مدت که داشت چمدونش رو میبست داشت وسایلش رو جمع میکرد داشت میرفت فرزندش رو ببینه به جای اینکه خوشحال باشه مضطرب بود داشت سکته میکرد که الان که هواپیما بیاد پایین الان که بلیط ازم بگیرن الان که ویزام کنسل شه و همین چیزا به نظر خیلی از ما ممکن اینا فوقالعاده بر اساس تخیلات باشه یا خرافات باشه ولی میدونستید یه درصد بالایی تو جوامع مختلف دچار مشکل هپینس انگزایتی یا اضطراب ناشی از خوشبختی هستن اصلا نمیتونیم تصور کنیم که ما لایقشیم آقای ناتانیل برندن در کتاب مدیریت ذات نفس که من حتما لینکش اینجا میذارم تو هایلایت های هم تو اینستاگرام هست اسم کتاب هست Honoring the Self راجع به این ماجرا خیلی صحبت میکنه که این استراب این مدل استراب ریشش تو ناخداگاه ماست و حتی میتونه باعث شه که ما همیشه احساس کنیم یعنی بس پیدا کنه و همیشه به ما همیشه احساس کنیم که لیاقت هیچ کدام از قسمت های خوب زندگیمون رو نداریم حالا جالبه که اینو بدونید به دلیل اینکه ریشش تو ناخودآگاه ماست خیلی از چیزایی که بابتشون نگرانیم و مضطربیم اتفاق میافتن الان توضیح میدم چجوری و بعد ما تو ناخداگاهمون به خودم ثابت میکنیم دیدی گفتم من لایقش نیستم دفعه بعدم دوباره همین اتفاق بر من میافته حالا بهتون بگم چجوری اتفاق میافته اولا که اینو بهتون بگم کسایی که انگزایتی و استراب رو خیلی تجربه میکنن به صورت دائم تو زندگی دارن تجربه میکنن اکثرشون هم دردهای سایکوسوماتیک زیادی رو دارن تجربه میکنن خودتون به عینه در خودتون و سایرین حتما دیدید. و دردایی که وقتی میرن دکتر میگن من میگرن دارم حتما یه تومور تو کلمه صد دفعه امارای میشن هیچیشون نیست معدم درد میکنه من سوراخ شده میگن والا به خدا هیچی نیست کمر درد وحشتناک دارم کتف درد گردن درد وحشتناک دارم دکتر به دادم برس از سر تا پای طرفو اسکن میکنن هیچ مشکلی نداره اینا دردایی که ناشی از دردای سایکوسوماتیکه ما با انگزایتی زیاد این دردا همیشه در خودمون داریم بس که تنسیم بس که متشنجیم بس که خودمون رو تمام مایچامون رو سفت و منقبض نگه داشتیم از ترس اینکه الان یه بلای سرم مهم. حالا تصور کنید شما یه پروموشن میگیریم پروموشن یعنی ارتقا یه ارتقای شغلی میگیریم سر کار خب امضا میکنه طرف بهتون میده شما دیگه دا... حالا مثلا شما نوعی دیگه اون کسی که استراب خوشبختی داره میگه امکان نداره اینا میفهمن من اصلا لیاقت اینا ندارم یا این پروموشن بر من نخواهد مون به زودی از من میگیرن حالا پروموشن رو ازش نمیگیرن چون خودش فکر میکنه به زودی ازش میگیرن اتفاق بد نمیفته چون میگه آها من اصلا لیاقت خوشبختی ندارم به زودی من اینو دست میدم از این کارم اخراج میشم پروموشن ممکن ازش بگیرم ممکنه دوباره ببرنش تو پوزیشن پایینتر وقتی به دلیل استراپ نمیتونه درست پرفارم کنه نمیتونه درست کارایی داشته باشه نمیتونه درست سیلش انجام بده فروشش انجام بده تو سر کارشون حضور رو نداره همش مضطرب آدم مضطرب خودش میگه خواهشم بیا اینجا این موقعیت هم. من بگیری من لیاقتش ندارم من پسش برنمیام خب یعنی ما موقعیت ها رو برای این دست میدیم که عمیقاً به خاطر اون استراب انقدر خودمون رو تو شرط بد نگه داشتیم که اصلا همون پرفومنس و کارهای قبلی رو هم دیگه نداریم همه چی اومده پایین تر واقعیت زندگی اینه که به دور از اینه که ما کجای دنیا داریم زندگی میکنیم چقدر پول داریم بچه داریم یا نداریم چند سالمونه ازدواج کردیم یا نه والدینمون در قید حیات هستن یا نه همه ما دوستان لیاقت زندگی خوب شادی و خوشحالی رو داریم و این لیاقت باید یه حس درونی باشه یعنی نباید گره بخوره بین اینکه آه من الان شادم یا شادی رو از دست میدم چون مجردم من هر وقت متأهل شدم پس میتونم شاد باشم بعد به مجردی که میری متأهل میشین دوباره اون استرابه میگم که آیا یا 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 الان میره به من خیالت میکنه ای این ای مادر شوهرم به من اینجوری نگاه کرد مادر زنم به من اینجوری نگاه کرد پس الان یه اتفاق بد میفته من این زندگی رو از دست میدم الان عروسین به هم میخوره یعنی اینی که این حس استراب خوشبختی خیلیش از اون, ه... از اون, زیر از اون جایی میاد که من سلماز خودم رو لایق داشتن چیزهایی که درش هستم نمی بینم یعنی چی؟ یعنی حرمت نفس سفت و محکمی ندارم یعنی فاوندنشن یا زیربنای شخصیت من درست شکل نگرفته حالا اینجا یه سوالی پیش میاد استراب همیشه بده؟ نه استراب ما سالم داریم و ناسالم اگه بچه من یه دفعه بره لبه یه جای پرتگاهی داشته باشه پرچه پایین با اولین واکنش من و بدنم استرابه ولی پشتش یک اقدامه پشتش جهش منه برای گرفتن بچه هم. اگه دستم ببینم مثلا دستش داره به آتیش میخوره حالا بچه رو میگم برای اینکه ما همیشه به خاطر بچه هامو خیلی بیشتر تلاش میکنیم یا چه میدونم اگر یکی بیاد با ماشینش بیاد سمت ماشین من موقع رانندگی یه دفعه جهتش رو عوض بکنه اولش من مسترب میشم مسترب شدن من اولش ممکن... ممکنه من یخ کنم ولی سریعا یک حرکتی انجام میدم این میشه استراب سالم در واقع با استراب سالم ما سریعا بعدش یعنی از توی گوی کاسه نگرانی و استراب ما تیله ها رو برمیداریم میذاریم تو کاسه اقدام میذاریم تو کاسه برنامه ریزی میذاریم تو کاسه حرکت در راستای بهتر کردن شرایط ولی آی از استراب ناسالم استراب ناسالم باعث میشه که ما به شدت حواسمون با این محیط اطراف و نشونه ها به سم به طریقی باشه که فقط نگران باشیم که الان یه بلای سرمون میاد ما فلج میشیم اقدام نمی کنیم حال خودمون رو بد نگه میداریم روانمان دائم پریش میباشد و از هیچ چیزی نمیتونیم لذت ببریم ما برای شاد زیستن نیازمند این هستیم که قبول بکنیم که میتونیم خوشبخت باشیم اصطلاحا هم به, قول آقای ناتالیان برندن ما بتونیم شجاعت تحمل خوشبختی رو داشته باشیم و نترسیم که قرار دستش بدیم اضطراب به خاطر از دست دادن یه همچین چیزی رابطه ما رو با خودمون و اطرافیانمون به شدت خراب میکنه یعنی ما دائما دچار یک تعارض شناختی در رابطهمون با آدمای دیگه خواهیم بود حالا یعنی چی بذارید من اینجوری بهتون بگم تو کار تو ارتقا میگیریم همش دوچار این تعارض هستیم که همین الان مصاحبه خوب میکنیم همین الان که دست بدم یک دو سه تمومه سلامت روانمونه همش نگرانیم که من همین فردا امروز جواب آزمایش خوب شد فردا من دو تا سلول سرطانی تو بدنم در میاد بیرون تو ازدواج با یه خانواده خوب و همه اینا آشنا میشیم همسر آیندهمون خیلی خوبه مرد خوبیه زن خوبیه همه چی رو به ولی ما شدت استراب انقدر تصمیمای بد در میگیریم انقدر واکنش های بد در لحظه نشون میدیم که یا ازدواج رو خراب میکنیم یا اصلا به عروسی نمیرسیم یا تیرتپر همه چیز میرسیم به هم بعد میگیم دیدی من اصلا خوشبختی اصلا تو تاله من نوشته نشده ازم جانم ریلکس یا تو معامله بازم همینه تو معامله توی کار انقدر به خودمون استراب میدیم که نمیتونیم در لحظه درست تصمیم میگیریم که آقا این معامله معامله هست که به زندگی من کمک بکنه یا نه بعد چی میشه بعد همه چیز رو خراب میکنیم اون دم هم طرف که میخواد به با ما وارد معامله بشه فقط تو ما ترس و استراب میدیم میگیم بابا به خیر و سلامت برو برادر من خواهر من تو این کاره نیستی بعد چی میگیم میگیم چی میگن آفتاب دلیل آفتاب پس دیدی پس همینه دیگه من که اصلا لیاقتشو ندارم دوستان من اضطراب خوشبختی مثل خوره مثل موریانه تک تک لحظه های خوب ما رو میکشه و اگه من نتونم از همین دو تا شعاع آفتاب که الان موقع ضبط این پادکست رو صورت من افتاد از پنجره از این لذت ببرم حتی اگه نتونم از اینی که یه آفتاب یا لای برگا داره میاد لذت ببرم و همش نگران باشم که الان که باد بیاد الان که بارون بیاد الان که صورتم لک بشه الان که فلان بشه چطور میتونم چیزای بهتری تو زندگیم داشته باشم اینی که خیلی وقتا ما میشنویم ما برای داشتن این چیزهای زندگی باید لیاقتشون داشته باشیم یک قسمتی از اون لیاقت در واقع بستر آماده سازی پذیرش در آغوش گرفتن برای پذیرش رو در آغوش گرفتن ما اول باید اون چیزهایی رو که داریم وجود عزیزی که هستیم و همه اینا رو بپذیریم به رسمیت بشناسیم و براش گذار باشیم وگرنه ممکن نیست دیگه به جایی برسیم تو زندگیمون همه این مکافات ها رو بهتون گفتم براتون توضیح دادم استرا به از خوشبختی چیه هپینس انگزایتی به کجاهای ما میتونه لطمه بزنه شما حتما تو کامنت ها برای من بنویسید که دیگه چه جای دیگه هستش که شما درگیرشین حالا میخوام بهتون بگم که در چهار مرحله بهتون بگم با این هپینس انگزایتی چیکار میتونیم بکنیم با, با این استرا به خوشبختی اول از همه اون حس یا افکاری احساسات و افکاری رو که دارین در لحظه تجربه میکنین براش اسم بذارین مثلا وقتی که میاد براتون که وای 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 این الان به من خیانت میکنه ببینید حسه چیه حس حسودی حس ناامنیه چه فکری داره میاد این چه نشخایی بنویسید معجزه قلم و کاغذ پس چی شد اول از همه بنویسید و در تمام طول مدتی که مینویسید اینجوری نیست که یه کارنامه کاغذ بردارین سر پاقشم بشینین چون این استراف فلجتون میکنه میدونین چی میگم بشینین بنویسید و با هر جمله نفسهای عمیق بکشید اجازه بدید که اون حس تنشن و اون استرابی که تو ماهی چهاتونه یواش یواش خودشو بذاره کنار پس شد چی؟ یک نوشتن نامگذاریه نامگذاری احساسات عواطف و افکار قدم دوم چیه؟ نفس کشیدنه برای اینکه وقتی ما توی سروایوول مود هستیم یعنی اون فازی مودی که فقط میخوایم خودمون رو نجات بدیم از این شرایط بعد اولین کاری که میکنیم با نرو سیستم و سیستم عصبی که بهش اکسیژن برسونیم قبل از که فلج اونجا بمونیم پس شروع کنین آروم آروم نفس های عمیق بکشید این نفس های عمیق به شما کمک میکنه که حضور داشته باشین به شرایطی که توشید بعد از این نفس کشیدن حالا که یه خورده آروم شدین اولین کاری که میکنین احساس کنین که یه قدم دارین گردی نقب بدونین که ترس و احساساتی که واقعا هیچ کاری برای شما نمیتونن بکنن و فقط شما رو فلج میکنن خیلی هاشون ممکنه واقعی نباشن مثلا نگرانی واقعی نیست نگرانی فقط تشعشع و ریفلکشن و انعکاس یک سری افکار منفی تو وجود ما وقتی مینویسیم میبینیم چیه مثلا من میترسم که بمیرم خب برای چی بمیری چی میشه که بمیری چرا الان استراب داری چرا نمیتونی الان خوشحال باشی چه اتفاقی داره برای من میافته؟ پس یه قدم میرید عقب و معنای پشت این احساس و فکر رو پیدا میکنید اگه براتون سخته بدانید و آگاه باشید که طبیعیه که سخته من اینو تو جلسات متعدد با کلاینت هام کار میکنم روی عزت نفسشون کار میکنم روی ایمپاستر سندروم یا سندروم خود ویرانگری کار میکنم سنگ بنا رو میذارم ولی از اونجایی که ما هر بار بعد از هر پادکستی یه عده با دشنه دنبال من میکنم که چه راهکار کار ندی اینم راهکار. ببینم باش چی کار میکنی. پس اولی شد اسم میذارید دومی شد با نفس کشیدن خودتون رو آروم میکنید سومی یه قدم برمیگردید عقب و احساسات پشت اون استرابو میبینین که بیشترش هم, هم اکثرا ترسه چهارمی شروع میکنی به شوک گذاری اول برای ترسه شوک گذاری میکنید برای همه اون حسایی که بدنتون و وجودتون داره بهتون میده و دوم برای سه تا چیز دیگه ای که در لحظه از بودنشون خوشحال و شوک گذاری شوک گذاری میکنید. شما با این شوک در واقع ترسی که پای اساسی نداره و وصلش کردید به حس خوشحالی برمیدارید جاش خوش یه شوک می‌ذارید. میذارید نتیتن استرابتون آروم آروم و به مرور زمان با این تمرینا از بین میره و حس خوشحال بودن در لحظه به خاطر یک چیز کوچیک یک اتفاق کوچیک یک برد کوچیک یک پیروزی کوچیک یک پیشرفت کوچیک رو با گوشت و پوست و استخونتون درک خواهید کرد دوستای خوب من امیدوارم که با دونستن تعریف و معنای استراب خوشبختی و با این تمرین چهار مرحله که بتون دادم این باور رو براتون بتونم نهادینه بکنم که همه ما لیاقت اینو داریم که بدون اینکه اتفاقات وحشتناکی برامون بیفته بتونیم چیزای بی‌نظیر رو تو زندگیمون تجربه بکنیم ما هممون لایق دیدن شادی ها هستیم همتون دمتون گرم ممنون که هستید مرسی که منو حمایت میکنیم پادکست لام تا کلام رو حمایت میکنیم ممنونم که برای همه میفرستید هر کسی فکر میکنید در لحظه نمیتونه آرامش داشته باشه یه دقیقه آروم بشینه و از بودنش لذت ببره چیزایی که جهان هستی خودش براشون تلاش کرده به دست آورده لذت ببره این اپیزودو بفرستید و امید به اینکه هممون با هم بتونیم در لحظه با همون چیز کوچیکی همون بستنی همون قهوه هر چیز کوچیکی در لحظه میتونیم داشته باشیم خوشحال باشیم مهدی بسیار ممنونم از موسیقی مت و سمان عزیز متشکرم که با این عشق علاقه این پادکست رو ادیت میکنیم دلتون شاد تنتون سلامت